خب میگن نوشته کوین، آفرین. حالا کجا نوشته کوین، منظورشون کجاست؟ زیر آیوتا. مرسی خانم هاشمی، بسیار هم قشنگ و خوب اشاره کردن. میگه اینجا نوشته کوین، پس این آیوتا کوینه. پس تا اینجا مشخص شد کوینه. آیا ماینبل هست؟ قابل استخراج هست؟ آقای عقیلی متوجه نوشتارتون نشدن. خب قابل استخراج مثل بیت کوین میشه، یعنی میگه مثلا 21 میلیونه تش مشخص کرده و بعد میاد میگه که مثلا الان انقدر داستان استخراج شده. برگردم به صفحه اول ببینید، من مثلا رو اولین ارز که بیت کوین هست کلیک بکنم، صفحه درسته ماکسیمم ساپلای نداره، پس چیز نداره. درسته آقای عقیلی قشنگ اشاره کردن. ببینید بیت کوین اینجا میگه چیه؟ کوینه. این زیر نوشته کوین، من الان دابل کلیک کردم روش، میاد میگه این کامیونیتی داره، سورس کد داره، پس اوپن سورسه. اینجا تگش چیه؟ میگه ماینبله و میاد پروتکلای مربوطه رو براتون توضیح میده. اینجا یه ویو آل هم که بزنیم اینا رو کامل به ما نمایش داده. اینجا نوشته ماینبل، پس قابلیت استخراج داره. توتال ساپلایی که اگر ماکسیمم ساپلای داشته باشه برای ما قابل اینه که این قابل استخراج هست. حالا یه نکته جالبی دیگه، من برم رو همین بیت کوین رو بهتون نمایش بدم. ببینید ما میگیم الان مثلا حال میکنیم با بیت کوین، ببینید بقیه چی میگن. خوبه به نظر من برای سرمایه گذاری. چی شد؟ 43% گفتن نه، 57% گفتن آره. خب ببینید این بیت کوین اس وی، ببخشید ساتوشی ویژن. من برگردم به اون بیت کوینه. میبینید که حالا این توضیحات اینجا داده، حجم معاملات داده، بعد خدمتتون هست از سوشیال مدیا. حالا تو سوشیال مدیا چی دارن دربارش میگن، هیستوریکال دیتاش چیه، ریتینگش رو چطور، آنالیزم داره. بریم سراغ سوشیال مدیا. میگه تو ردیت، بیت کوین دات ردیت، یعنی صفحه بیت کوینه. حالا یه سری اطلاعات اینجا قرار داده که شما میتونید در موردش بخونید، اخبار مربوط به این داستانه، آخرین اخبار. ایت فور می لینکد بیت کوین باینگ آ ویکندز ایف دیماند اند ولیتی کانتینیو و اطلاعات ایترو خودش یه دونه صرافیه. یه نکته مهم اینجا وجود داره توی صفحه اصلیش، ببین این نمودار رو برای ما کشیده. من میتونم بزنم فول اسکرینشم بکنم که بتونم کامل ببینم. یه بحثی توی تحلیل تکنیکال وجود داره که میگه شما ببین اینجا گفته اسکیلش یا لاینر باشه یا لوگاریتمیک. اینجا هم میبینید دیگه روش وایسین بهتون میگه
مارکت کپش، آبی رنگ پرایسش، زرد یک بی تی سی رو داره میگه و سبز، ببخشید پرایس سبز، پرایس بی تی سی یه واحد که همون یه واحده، 24 ساعت گذاشتم چه میزان معامله، حجم معاملاتش هم مشخص کرده که شما میتونید ببینید توسی رنگ این زیر داره میگه که داره اضافه میشه. این بالا هم ما میتونیم مثلا به جای این آله میتونیم مثلا وای تو دی، یعنی year to date، بگم از یک سال دقیقا از این تاریخ به مدت یک سال برگرد عقب به من بگو که این به چه صورتی تغییر داشته. حالا وقتی لوگاریتمیش میکنم، این لوگاریتمی لاینرش میکنم، یه مقدار فرق داره شکله. اصلا تفاوت لوگاریتمیک و لاینر رو میدونید چیه؟ کسی از دوستان هست بتونه توضیح بده؟ تفاوت بین نمایش نمودار لوگاریتمیک و لاینر. البته من توقع ندارم، اگر کسی میدونه که واقعا عالیه، ولی اگر نمیدونید خیلی نگرانش نباشید. تفاوت بین لاینر و لوگاریتمیک در نمودارهای حالا تحلیل تکنیکال، یکی از دوستان داره می‌نویسه. ببینید وقتی که شما دارین دیتا رو می‌گیرید، مثلا حالا چه دانلود کنید رو کامپیوتر، نه این نرم افزارا استفاده کنید یا نرم افزارای آنلاین باشه، چه از این وبسایت ها باشه، این دو حالت رو داره. تحلیل لوگاریتمیک بهتر نشون میده دیتا رو، بله دقیق تره، درسته، اما یه نکته ویژه داره. من خب اینو خودم توضیح بدم، ممنون از شما. ببینید بحث تحلیل لوگاریتمیک، اگر یه فرض کنید، من مثال کوچولو بزنم، یه کوینی از 100 دلار بشه 200 دلار، از 100 دلار یا 100 سنت بشه 200 سنت، چند درصد رشد کرده؟ 100 درصد. چقدر رشد کرده؟ 100 دلار. حالا یک کوین یا توکنی اومده یا آلت کوینی اومده از 200 دلار شده 300 دلار، اون هم چقدر رشد کرده؟ 100 دلار، ولی چند درصد رشد کرده؟ 50 درصد. زمانی که شما این معیار رو میارین لوگاریتمیک میذارید، تأثیر این درصد رو تو نمودار داری میبینی. چرا؟ چون مثلا اگه بیت کوین از 34,500 6000 دلار بشه 70000 دلار، 100 درصد رشد کرده. اما اگر اتر از حدود 1000 دلار بشه 5000 دلار بشه 2000 دلار، درسته 1000 دلار رشد کرده، اما شما 100 درصد، یا مثلا بشه 2000 دلار 3000 دلار، شما چقدر؟ 200 درصد رشد کرده براتون سرمایه‌تون. در صورتی که توی بیت کوین درسته 37000 دلار اگر دو برابر بشه مثلا میشه چقدر، 84000 دلار، اما شما مثلا 37 گرفتی، 100 درصد بازدهی. این بازدهی حرف اساسی رو میزنه که تو لوگاریتمیک شما بهتر میتونید تحلیل انجام بدید. اینا بحثای حالا تحلیل حرفه‌ایه که خیلی بحثی نداریم روش الان اینجا، فقط میخواستم اینجا باز شد با هم ببینیم که به چه صورتیه. حالا این صفحه رو اسکرول کنم بیام پایین، میگه بیت کوین مارکت، یه اسپات، یه دریویتیس. اگر من بخوام بیت کوین بخرم، به من تو این اثباته میگه از تو بایننس میتونی بخری، از هیت بی تی سی میتونی بخری، میتونم این سی آل رو بزنم، سی آل مارکتس رو بزنم، همه رو ببینم، همه جاهایی که بیت کوین رو با یو اس دی تی داره معامله یا یو اس دی داره معامله میکنه. این کوین بیس پرو پروفشنالش، نسخه پروفشنالش داره با دلار هم، یعنی حساب اکانت بانکی تو واسه کوین تق میتونی بزنی بخری یا کردیت کارتتون. حالا میخوام برم سراغ بازارهای حرفه‌ای تر که بتونم بر اساس معاملات آتی خرید و فروش کنم، دریویتیس یا سی اف تی بخرم.
میبینم بایننس این سرویس رو به من داره میده، هوبی گلوبال، بای بیت، بیت گت، بیت میکس، اینا همه دارن این سرویس رو به من میدن و اگر این رو روی آل بزنم کل این سایت هایی که دارن معاملات آتی روی این انجام میدنم به من نمایش میده. لذا استفاده از این وبسایت کوین مارکت کپ با این حجم دیتای ریزی که داره میده بسیار بسیار ارزشمنده. توصیه میکنم که حتما سراغش برید، اینو زیر و رو کنید. من یه مجموعه ویدیو تو یوتیوب گذاشتم، اونا قسمتی از این اطلاعات رو به شما میدن، الباقیش هم سر کلاس توضیح دادم که شما میتونید ازش بهره مند شید. توی سایت تریدینگ ویو اگر خاطرتون هست من در مورد سیگنال های خرید و فروش صحبت کردم، مثلا میگفت یادتون هست جلسه پیش بود فکر میکنم یه جلسه قبلترش که داشتم، جلسه پیش که داشتم در موردش میگفتم که شما میتونید خیلی راحت بر اساس این فاکتورهایی که توی این سایت هست ببینید که سیگنال خرید یا فروشه. خاطرتون هست؟ اصلا رفتین ببینید دوباره؟ بسیار هم عالی. دوستانی که نرفتن حتما زحمت بکشن اینو ببینن، به درد خودتون میخوره، کاربردی هم هست. ببینید توی این سایت هم یه سری اطلاعات دیگه به من داره میده. holder making money تو وضعیت فعلیش میگه، اینو ات و آتش رو داره به من میگه، عرض شود که ترانزکشن بیش از 100 هزار دلار مثلا داره میگه یه مقداری کاهش پیدا کرده، ترانزکشن های به صورت دموگرافی به من داره نمایش میده. بعد اینو اسکرول کنیم بیایم پایین میبینید داره سیگنال های خرید و فروش رو به ما به این صورت نمایش میده. حالا اگر مور بزنیم احتمالا به ما میگه لاگین کنید و خب اطلاعات مربوط به خرید و فروش رو از اینتو دی بلاک، از وبسایت اینتو دی بلاک داره میخونه اینا رو. این یه وبسایت فوق العاده کاربردی، کلی تحلیل روش قرار میگیره، امیدوارم باز شه این. و داره این گجت ها رو از اونجا میبینه و از اون